مدتی است که نام چوار ایلام با خودکشی کارگرانش تیتر رسانه‌ها می‌شود. محمد منصوری، علی محمد کریمی، آرش تبرو، که حیدر محسنی و حالا هم جواد نوروزی و مصطفی عباسی. اینها اسامی شش کارگری است که در فاصله کمتر از دو سال دست به خودکشی زدند. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. پنجشنبه 30 آذر ماه دو کارگر پیمانکاری پتروشیمی چوار ایلام داخل کارخانه خود را به دار آویختند. جواد نوروزی و مصطفی عباسی اکنون در ICU هستند. خودکشی این دو کارگر ناکام ماند و هر دو به بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان منتقل شدند. در کمتر از دو سال اخیر 4 کارگر دیگر پتروشیمی چوار ایلام به دلیل اخراج خودکشی کردند. افزایش خودکشی کارگران از موارد خبرساز در سالهای اخیر در ایران بوده است. روزنامه اعتماد سال گذشته درباره خودکشی کارگران در سال 1401 نوشت. بررسی ها نشان می دهد که طی 283 روز تعدادی کارگر ساکن یا شاغل در استانهای خوزستان، کرمان، فارس، سمنان، خراسان رضوی، ایلام، گیلان، کرمانشاه، قزوین، کوهکلیه و بویراحمد، آذربایجان غربی و گلستان به دلیل فقر، معوقات و طلبهای مزدی یا تعدیل و اخراج از محل کار خودکشی کردند. در ادامه این گزارش آمده است به طور میانگین هر 12 روز یک کارگر برای پایان دادن به زندگی خود اقدام کرده است. به استناد بررسی های اعتماد، در حالی که تمام متوفیان مرد و کارگر پیمانکاری یا روزمزد و با قراردادهای موقت و امنیت شغلی ناپایدار بودند، آمارهای منتشره از خودکشی ها قطعا آمار کاملی نبوده، چون خانواده های برخی از کارگران به جبر حفظ آبرویا، تعارف و تعارض طایفه‌ای و فامیلی، حراس از محرومیت های اجتماعی و اقتصادی همچون قطع یارانه، جرأت افشای واقعیت را نداشته و ندارند. هر سال به جمعیت فقرای ایران اضافه می شود، چون دولت های گوناگون نتوانستند و یا نخواستند که وضعیت مطلوبی را برای رفاه مردم ایران فراهم کنند. امیل دورکیم، جامعه شناس فرانسوی، در تحلیل خودکشی میگوید که یکی از انواع خودکشی، خودکشی ناشی از نابسامانی های اقتصادی است. نابسامانی اقتصادی شرایطی است که نظام حمایت اجتماعی قدرتمندی وجود ندارد و بسیاری از فقرا حتی شناسایی نمیشوند. طبق قانون اساسی ایران، آموزش و درمان برای مردم باید رایگان باشد، در حالی که هزینه های درمان کمر مردم ایران را شکسته است. این روزها شاهدیم که تا چه حد میزان مصرف پروتئین و کالری دریافتی مردم و حتی اولیه ترین ضروریات زندگی مردم کم شده و از آن طرف آمار سوء تغذیه افزایش داشته و خرید اجناس دست دوم هم رونق پیدا کرده که مجموع این کاهش ها و افزایش ها نشانه افزایش فقر است. اعدادی که این روزها درباره خودکشی کارگران و یا رخدادهای تلخی از این دسته می شنویم به ما هشدار می دهد که متاسفانه باید منتظر چنین اتفاقاتی و از جمله افزایش خودکشی اقشار آسیب پذیر باشیم که ضروری است در رابطه با آنها چاره ای اساسی اندیشیده شود. علی اکبری، اخبار شیعه. امید فراغت، روزنامه‌نگار از تهران با ما همراه هستند. آقای فراغت سلام، وقت شما بخیر. درود و ادب و احترام به بینندگان تلویزیون امام حسین، اخبار شیعه در خدمتتون هست. جناب فراغت، مهمترین عواملی که باعث خودکشی جوانان می شود چیست؟ بفرمایید. مهمترین عامل فقره. این فقر میتونه در حوزه اقتصاد بشه، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، فقر مطالعه، فقر اجتماعی، و اینها خیلی مهمه. من یه نکته رو میخوام بگم بابت این سوال. بعد از انقلاب اسلامی آقای خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، میگفتن که من به این تعبیر، من یک موی کوخنشین ها رو به کاخنشین ها نمیدم. خود به خود در دهه اول انقلاب فقر ترویج میشد،
فقر محترم شمرده میشد. برای همین تو کوچه و خیابون اگر فرد ثروتمندی رو مردم میدیدن، اونها رو آدمهای خوبی نمیدونستن، احساس میکردن که جاشون جهنمه و ماهایی که فقیرین به بهشت میریم. وقتی که ترویج فقر شد، بعد رفته رفته آگاهی مردم یه خورده افزایش پیدا کرد، فهمیدن که پیامبر اسلام برای احیای اسلام با خدیجه، حضرت خدیجه ثروتمند ازدواج کرد و حضرت علی در جایی گفته بود اگر فقر از یه در خونه وارد شه، ایمان از اون در خارج میشه. تازه متوجه این تناقضات شدن و خیلی خیلی این تناقضات آسیب زد به جامعه ما. بله. چرا آمار خودکشی در ایران در حال افزایش است؟ وقتی که نرخ تورم الان چقدره، نرخ بیکاری چقدر هست، وقتی که یک کارگری 99 سال باید کار کنه صاحب خونه بشه، قیمت ماشین چقدره، همین عوامل باعث شده که جامعه سرخورده داشته باشیم و جوونا مخصوصا خودکشی تو جوونا خیلی زیاد شده. 40% افزایش پیدا کرده آمار خودکشی در جمهوری اسلامی. از هر 125 هزار نفر از هر 100 هزار نفر 125 نفر در ایران خودکشی میکنن. خود تمام این عوامل فقر باعث شده که جامعه ما احساس کنه که نمیتونه به آرزوهاش برسه. وقتی که احساس بشه که به آرزوهامون نمیرسیم، سرخورده و افسرده میشیم و ناامیدی خیلی اتفاقات رو رقم میزنه. بله، مشکل عمدش فقر اقتصادی. بله. راه پیشگیری از پدیده خودکشی به ویژه خودکشی جوانان در جامعه توسعه نیافته چیه؟ بفرمایید. آموزش شهروندی اونم از مدارس باید شروع بشه. متاسفانه در جمهوری اسلامی معلمای ما حقوقی دریافت میکنن که هیچ تناسبی با هزینه ها نداره. من نگرانم این معلمایی که الان خودشون دغدغه مالی دارن چطور میتونن به درس زندگی به دانش آموزا بدن. ولی اصلش در جوامع توسعه یافته مهمترینش آموزش شهروندی در مدارسه که یاد بدن نحوه مواجهه با تمام پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی چطور هست. وقتی دانش آموز بزرگ میشه، وارد دوره دبیرستان و دانشگاه میشه، میآموزه که باید نحوه مواجهه با هر پدیده‌ای رو بدونه و آرزوهاش رو متناسب با توانمندی‌هاش کنه. متاسفانه گفتم ریشه اصلیش ترویج فقری بود در جامعه ما که از خود مسئولان ما الان همه اکثر مسئولان جمهوری اسلامی ثروتمندن. خود تلویزیون رسانه ملی ما داره تبلیغ ثروت رو میکنه و این تبلیغات هیچ تناسبی با بطن جامعه امروز ایران نداره که هممون در مشکلات عدیده اقتصادی هستیم.